همین کتیبه داریوش رو که من اونجا میبینم چند تا عبارت داره میبینم نمیشه به نام اهورا مزدا به نام خدایی که شادی را آفرید بابا والا به حضرت عباس شادی مهمه از چند هزار سال قبل گفتن آقا شادی یه حرفی است شادی مغوله است ما در جمهوری اسلامی رابطمون رو با شادی کلا تعریف نکردیم متخصص گریاندان هستیم به جای خودش خیلی عالیه همه مجتهد درجه اولا مرتبا هم تولید میکنیم کلاس آموزشی میذاریم برای انواع روزه برای انواع مرسیه ها درست هم هست افتخارم میکنیم تعذیه هم اگر داریم ثبت جهانی میکنیم افتخار میکنیم ولی شادی مهمه تا شادی و سرگرمی نباشه اصلا نمیشه جامعه رو اداره کرد به خصوص امروز که ما مشکلات فقر داریم گرفتاری های معیشتی داریم برخلاف اونایی که فکر میکنن شادی یه جاهایی لاکچریه اتفاقا لاکچری نیست من معمولا به دوستانمون میگم این فیلم تایتانیک درس های زیادی درش هست یکیش اینه که این خانومی که اونجا داره بازی میکنه این تو طبقه بالا دسته تو اینجا این کشتی طبقاتی دیگه طبقه پایین بدبخ بیچاره ها و ارزون قیمتان طبقه بالا فرست کلاس هستن و پول دارا. اونجا ظاهرا خیلی داره هزینه میشه ولی شادی نمیاره وقتی دستشو میگیره اون بازیگر قهرمان فیلم میاره تو قسمت طبقه پایین قسمت فرودستا حالا باز میگم به فرهنگ اونا کاری ندارم اونقدر شادی میبینه آواز و زندگی و تحرک و اینها به زندگی بر میگرده این مال طبقه فرودست اتفاقا یعنی این کنتراس اتفاقا خیلی جاها به نفع مردم فرودسته یعنی اون موقعی که ما بچه بودیم تو کوچه پس کوچه های جنوب شهر بازی های نرم اون موقع رو میکردیم که اینا همه جزء فرهنگ ناملموس ما همه باید ثبت و ضبط بشه همه باید دست بندی بشه و منتقل شه به امروز ما که اون موقع پلی استیشن نداشتیم که بشینیم پای پلی استیشن و پول مصرف بشه و تجهیزات بخریم و بعدم هزار تا گرفتاری دیگه داشته باشیم ما با یه هفت سنگ مثلا زندگی میکردیم هم جسممون هم روحمون پرورش پیدا میکرد اینا اینا فرهنگ ناملموس ماست اینا منتقل نمیشه بعد میبینیم که شادی نداریم شادی اتفاقا میتونه طراحیش برای قشر فرودست اقتصادی جامعه باشه بابا والا به حضرت تباس خشایار هم میگه شادی خوبه داریوش هم میگه شادی خوبه بابا شادی مهمه نظری دیر بفهمیم که از دست بره این کار تو حوزه تمدنی و میراث ماست از قدیم نسبت به این تذکر دادن بابا موحد بودن اهورامزدارم دارم قبول داشتن تخت جمشیدم که میدید من در حد مطالعات خودم توضیحات همکارانمون رو میشنوم چقدر نشانه های یکتاپرستی و وحدت و یگانگی داریم میبینیم قبل از اسلامه پس از اسلام اونقدری که بنی امیه و بنی عباس جنایت کردن و آثار جنایتشون هست پادشاهان تاریخی ایران نکردن اگر در ذات یک حکمران ظالم اینه که عدالت و زیر پا بذاره ظلم کنه اصلا قابل مقایسه نیست ظلم خلفا و حکمرانان دوره اسلامی پس از اسلام همه که حکومت کوتاه امیرالمؤمنین نبوده که که فقط یه ماکتی از عدالت اسلامی مطرح بشه که بدونن الگو چیه بقیه رو ببینید کجا رفتن اینا وظیفه ماست وظیفه پایگاه های ماست درک درستی داشته باشیم اشراف کامل به تاریخ اونجا داشته باشیم و بتونیم تولید کنیم